اینک میزبان یکی از برجسته ترین و قدیمی ترین ژورنالیست های ایرانی هستیم که در سن 17 سالگی در زمان محمد رضا شاه در روزنامه کیهان روزنامه نگاری را آغاز نمود. هرچند برای تحصیل در رشته علوم سیاسی راهی اسرائیل شدند، اما همواره برای رسوندن آگاهی به هموطنان ایرانیش و هموطنان اسرائیلیش ایشون کوشا بودند و این افتخار رو داریم که اینک در خدمت آقای منش امیر عزیز باشیم. درود میفرستم خدمت شما. اولا سپاس از اون نیایشی که برای ملت اسرائیل و کشور اسرائیل کردید، بسیار هیجان آور بود. تشکر میکنم و تصور میکنم که دوستی با اسرائیل یعنی دوستی با انسانیت. یهودیان پایه‌گذار یکتاپرستی بودن و دین حضرت مسیح ریشه ای و شاخه ای از یهودیت هست و همچنین اسلام ریشش در آیین یکتاپرستی یهود نهفته شده. بنابراین کسی که با اسرائیل ستیز میکنه در واقع با انسانیت، با یکتاپرستی به جنگ برخواسته. در اختیارتون. خواهش کنم. سپاس از مطلبی که فرمودید، درست میفرمایید. آقای منش امیر عزیزم، اگر قبل از اینکه بخوام سوال بکنم نسبت موضوعی در ذهنم میگذره، سپاسگزار میشم که از فعالیت‌های خودتون بفرمایید. بله ببینید این مهم نیست. من ترجیح میدم که به سوالات خودتون بپردازین. من از اون سنی که شما اشاره کردید تا امروز که 63 سال در واقع احتمالاً 64 سال ولی 64 سال هللویا به این کار پرداختم و ادامه میدم با انرژی تمام، با ایمان به رسالتی که ما داریم و با لطف و همکاری دوستان بسیار خوبی که با کمال میل و با حس وطن پرستی و با حس انسان دوستی همکاری میکنن و ما رادیو پیام اسرائیل رو الان 3 ساله که اداره میکنیم، به وقت لس آنجلس ساعت 8 صبح از تلویزیون ایران آریایی پخش میشه. در اپلیکیشنش رو میشه در تلفن دستی در آیفون نصب کرد و همچنین وبسایت ما radis.org radis.org قابل دسترس برای همگان و خوشوقت هم که بسیار استقبال شده و ما تا حدودی توانستیم که جایگزین رادیو صدای اسرائیل بشیم که شوربختانه 4 سال پیش بسته شد. بفرمید. آره. به هر حال سپاس از مطلبی که فرمودید. آقای منشمیر عزیزم، شما میدونید که صدای شما، تون صدای شما در همسن سالهای من تو ذهن ما هست و من فراموش نمی کنم. حتی زمان محمد رضا شاه، من نمیدونم شما اون موقع در کدوم سرزمین بودید با رادیو اسرائیل، ولی ما با صدای شما آشنا هستیم، با آگاهی رسانی هاتون آشنا هستیم. به طور خاص زمانی هم که این توطئه 57 ایجاد شد، چقدر بیشتر با خبر رسانی های شما آشنا هستیم. برای سپاسگزار هستم از خداوند برای وجود شما. در دوران رضا شاه پهلوی بود که در سن 20 سالگی پس از تحصیلات دیپلم آمدم به اسرائیل برای ادامه تحصیلات در رشته سیاسی. واو خدا رو شکر. باعث افتخار ما هستید آقای منشاء امیر عزیزم. آقای منشاء امیر عزیزم بسیار فروتن هستن و وقتی من از ایشون خواهش کردم در رابطه با خودشون صحبت بفرمان، گفتن نه من مهم نیستم، ولی برای ما ایشون مهم هستن. اما موضوعی که میخوام بهش بپردازم این هست که آقای منشاء امیر عزیزم، ما در دوران محمد رضا شاه شاهد بر این بودیم که بین دولت محمد رضا شاه در از پادشاهی پهلوی و دولت اسرائیل همیشه این رابطه صلح و محبت بود. برخلاف اون در سرزمین‌های عربی ما می‌دونیم که دولت‌های عرب همیشه یک شعار بد، نمی‌خوام اعلام کنم، شعارهای زشتی رو داشتن در برابر اسرائیل و جنگ ستیزی می‌کردن در برابر دولت اسرائیل. اما بعد از این که
متاسفانه این توطئه 57 ایجاد شد، ما شاهد هستیم که امور اصلا تمام برگشت و به نوعی که از سال 57 شعار زشت نظام اسلامی بر علیه دولت اسرائیل بوده و تا به امروز هستش، حتی سعی و تلاش دارن که بتوانن اورانیوم رو به 20% برسونن و با این موقعیت تحریک کنن سرزمین اسرائیل رو، لذا که بارها گفتن میباید نابود بشه که چنین چیزی غیر ممکن هستش، هرگز نمیتونن در برابر دولت اسرائیل بایستن. اما الان ما شاهد هستیم به طور خاص در دوران آقای پرزیدنت ترامپ شاهد بر این هستیم که چقدر کشورهای عربی الان میل به صلح دارن، به طور خاص عربستان این رابطه دوستانه رو ایجاد کردن. سپاسگزار میشم در این رابطه در تو این موضوع که عرض کردم مطالبی در نظر دارید بفرمایید. من تصور میکنم که از یک سو بسیار دردناک و سوی دیگر بسیار خوشحال کننده است که دشمنان دیروز به دوستان امروز مبدل شدن و در همون حال دوستان دیروز به دشمنان امروز مبدل شدن. البته من منظورم ملت ایران نیست، ملت ایران امروز هم 42 سال بعد از حکومت اسلامی همچنان دوست اسرائیل باقی مونده و به یاد داره اون دوران طلایی همکاری ها بین اسرائیل و ایران رو، بعدن دربارش صحبت میکنیم اگر پرسش بفرمایید. ولی در اون دورانی که اسرائیل و ایران بسیار بسیار با هم دوست بودن، کشورهای عرب نابودی اسرائیل رو آرزو میکردن و شعار خودشون قرار دادن. امروز کشورهای عرب میبینن که اون دشمنی ها بیهوده بود، به زیان خودشون تمام شد و راه دوستی با اسرائیل رو در پیش گرفتن و شوربختانه میبینیم که حکومت اسلامی در ایران روز به روز سیاست گزنده تر، سختگیرانه تر، تهاجمی تری رو علیه اسرائیل و ملت این کشور اتخاذ میکنه. روی مشکاشو مینویسن که این مشک برای نابودی اسرائیل. علی خامنه ای که احتمالاً یک استاد ریاضی هست نشسته چرتکه انداخته و به این نتیجه رسیده که اسرائیل 25 سال دیگر نابود میشه. معلوم نیست که این محاسبه رو چگونه انجام داده. هر روز حکومت ایران، فرماندهان سپاه پاسداران اسرائیل رو به نابودی تهدید میکنن و از آنچه که ملت مظلوم فلسطین میخوانند حمایت میکنند. ملت مظلوم فلسطین از دیدگاه رژیم ایران یعنی گروه های تروریستی مثل حماس و جهاد اسلامی که شعار علنیشون نابودی اسرائیل. یعنی حکومت ایران میآید و با این ادعا که من میخوام از مظلومین جهان حمایت بکنم گروه تروریستی رو هدف قرار میده و در واقع ملت فلسطینی رو به گوشت دم توپ مبدل میکنه که اونها رو وسیله قرار بده برای رسیدن به آرزوی ناپاک خودش که همانا نابودی اسرائیل است. و این کدوم حکومته؟ حکومتی است که در ایران اسقف‌های مسیحی رو میکشه، افرادی رو در داخل ایران که به دین مسیح گرویدن تعقیب میکنه، برخی رو ترور میکنه، از ورود اونها به کلیساها جلوگیری میکنه و حتی خود افرادی که پیش از این حکومت مسیحی بودن مورد تعقیب قرار دارن، آزادی های مذهبی خودشون رو از دست دادن و شماری از روحانیون مسیحی در ایران کشته شدن و بقیهشون ناچار شدن که ایران رو ترک بگن. این یک حکومتی است که واقعاً نه مسلمان نیست، به خاطر اینکه ما مسلمانان اویغور در چین رو داریم که اونها رو چند میلیون نفر هستن، اونها رو به اردوگاه آموزش دوباره میفرستن که اینها رو از اسلام دور بکنن و حکومت ایران هیچ اعتراضی نمیکنه به این جریان. ما میبینیم که روهینگایی ها که مسلمان هستن در کشور برمه،
اونها رو بیرون میکنن از خونه هاشون، آتش میزنن، اینها به بنگلادش پناه میبرن، بنگلادش اونها رو به یک جزیره دوردست میفرسته، جزیره که هر لحظه ممکنه زیر آب بره و حکومت ایران کوچکترین اعتراضی نمیکنه. بنابراین این خصومت با اسرائیل و این همکاری با گروه های تروریستی تحت عنوان اینها مظلومانی هستند که وظیفه ماست از اونها دفاع بکنیم، میخواهند که اون نقشه های استعماری خودشون رو برای تسلط بر منطقه ادامه بدن و اجرا بکنن و مسلما هر کجا که میرسن مسیحی ها رو نابود بکنن. ما قبطی های مصر رو دیدیم، به مجرد اینکه اخوان المسلمین در مصر به قدرت رسیدن، آمدن و یکی از نخستین کارهاشون این بود که معابد قبطی های مسیحی رو به آتش کشیدن. ما غزه رو نمونه دیگری قرار بدیم. در چند روز پس از اینکه حماس در غزه قدرت رو به دست گرفت، یکی از اولین کارهاشون آتش زدن کتابخانه های مسیحیان بود که در واقع هم کتابخانه بود و هم محل نیایش اونها بود. بنابراین این حکومتی است که تمام وسایل ظلم و ستم رو نه فقط علیه اسرائیل که یهودی است، بلکه علیه مسیحیان و پیروان ادیان دیگر و حتی اهل تسنن در خود ایران، مسلمان اهل تسنن در ایران، در تهران که بیش از 1,000,000 نفر ما مسلمان سنی داریم، اجازه بهشون نمیدن که یک مسجد برپا کنن. حکومت درست. حکومت انسانی نیست. تا اینجا. بله، با سپاس از مطالبی که فرمودید. همونطور که فرمودید حقیقتا نظام اسلامی هیچ جایگاه امنیتی برای هیچ انسانی نداره مگر برای خودشون. اما در طول این 42 سالی که ما شاهد بودیم که شعارهایی که بر علیه اسرائیل دادن، ما میبینیم که اسرائیل در طول این 40 چند سال بسیار رشد کرد و پیشرفت کرد، برخلاف آنچرا که نظام اسلامی تدبیر میکرد. و خود نظام اسلامی متاسفانه سرزمین عزیز ما رو در جایگاه بسیار خطرناکی قرار داده. اما مطلبی که در ذهنم هست نسبت به انتخاباتی که اخیراً بین ترامپ و جو بایدن بود این هستش که جو بایدن در زمان که برای انتخابات صحبت می‌کرد شعار این رو می‌داد و وانمود کرد که زمانی که رئیس جمهور بشه سعی میکنه که دوباره به برجام برگردن و این شرایطی که نظام اسلامی رو میتونه دوباره پایدار نگه داره رو ایجاد کنه. نظر شما رو میخوام و واکنش اسرائیل نسبت به شعار جو بایدن. بله، اجازه بدید که از واکنش اسرائیل صحبت بکنم و بگویم که اسرائیل بارها و حتی همین هفته هم گفته است که ما مطلقاً خرسند نیستیم که ایالات متحده و دولت آقای بایدن به توافق سازشکارانه‌ای با حکومت ایران برسه که موجب ادامه برنامه‌های اتمی، موشکی، کمک به سازمان‌های ترور و فتنه‌گری علیه اسرائیل باشه. اسرائیل دولت برای این موضوع یک هیئتی رو هم برپا کرده، یه گروهی رو و رئیسش رو انتخاب کرده، یوسی کوهن، رئیس موساد، سرویس امنیت خارجی اسرائیل، که اینها به ایالات متحده خواهند رفت با سیاستمداران آمریکایی و اعضای کنگره رایزنی خواهند کرد و براشون توضیح خواهند داد که خطرات سازش با حکومت ایران چیست و بهشون همچنین اطلاع خواهند داد که نه فقط اسرائیل مخالفه و هشدار میده، بلکه کشورهای عرب منطقه هم، از عربستان تا امارات، بحرین و غیره، اونها هم نگران هستند که هر گونه مصالحه و سازش بین دولت جو بایدن با حکومت ایران موجب طولانی شدن عمر این رژیم و ادامه گستاخی هاش باشه. امریکه باید از اون پرهیز بکنه.
من امید دارم که آقای بایدن که با یک رشته مشکلات بسیار گسترده دولت رو به دست میگیره با سنجیدگی عمل بکنه، اشتباهات دوران آقای اوباما رو تکرار نکنه و دنیا عوض شده، هم ایالات متحده هم ایران و هم کل منطقه عوض شده و لازمه برقراری آسایش و آرامش در منطقه این است که حکومت ایران از این فتنه‌گری‌هاش دست برداره. این رو اگر دولت آقای بایدن درک بکنه، امیدواریم که به سازش با رژیم ایران تن در نده، به دام حکومت نیفته و به توافقهایی برسه. اگر برسه، من بسیار بعید میدونم که اصولا توافقی ایجاد بشه، ولی اگر هم بشه طوری باشه که منافع کشورهای منطقه حفظ بشه و حکومت ایران رو از ادامه فتنه‌گری و تحریکات نظامی و منطقه‌ای باز داره. تا اینجا با فیض خدا من سپاس با فیض خدا که چنین خواهد شد. ما ایمان داریم با فعالیت‌های همچون عزیزانی مانند شما و همچنین اپوزیسیون مخالف نظام اسلامی که در خارج از ایران هستن و من خودم یکی از اعضای عنوان اپوزیسیون مخالف هستم، مجال این رو نخواهیم داد که جو بایدن برخلاف آن که ضد ایرانی ها و ضد اسرائیل بشد رو انجام بده. اول دعا میکنیم و بعد هر عملی که لازم باشد رو انجام خواهیم داد با فیض خداوند. بله، این نکته که گفتید نکته بسیار مهمی است که ببینید بیش از 1 میلیون نفر ایرانی در ایالات متحده هستند. برخی از اونها دارای مقاماتی هستند، تاثیرگذار هستند، روابطی دارند و اونها وظیفه دارند که دستیاران آقای بایدن رو ارشاد بکنن و خطرات رو بهشون توضیح بدن که مبادا آقای بایدن همون اشتباهاتی رو مرتکب بشه که دولت آقای اوباما مرتکب شد. من فکر میکنم که لازم ایرانیان در هر گروه و دسته‌ای که هستند این وظیفه خودشون بدونن که از طریق رسانه ها، از طریق تماس‌های فردی، از طریق تماس‌های اجتماعی با دولت آینده آمریکا اونها رو راهنمایی بکنن، بهشون توضیح بدن، چشماشون رو باز بکنن که امتیازاتی ندن به حکومت ایران که برای آینده خود مردم ایران و ملت‌های منطقه و حتی امنیت ایالات متحده زیان آور باشه. تا اینجا. بسیار عالی، ممنون. آقای منشاء امیر عزیز، در طول این 40 و چند سال یکی از واژه‌هایی رو که نظام اسلامی مدام استفاده کرده به ازای اورشلیم که شهر سلامتی و صلح هست، بیت المقدس هستش. نظر شما رو هم در این رابطه میخوام. ما خودمونم وقتی کلام خدا رو مطالعه میکنیم میدونیم که در کتاب مقدس سخن از اورشلیم میکنه، اما چرا نظام اسلامی در صدد این بودش که این واژه رو عوض کنه، این اسم رو عوض کنه؟ سپاسگزار میشم. بله، ببینید، اولا این کمال حماقتشونه و من بعدا توضیح میدم. ولی هدف حکومت ایران، اولا حکومت ایران نمیگه بیت المقدس، میگوید قدس اشغالی. اونهایی میگن بیت المقدس که در خارج از ایرانن، مثل رادیو فردا، مثل رادیو بی بی سی و برخی رادیوهای دیگر، ایران اینترنشنال امروز میگوید اورشلیم، ولی اونها میگن بیت المقدس و این ناشی از بی اطلاعی اوناست. اولا عوض کردن نام اورشلیم و خواندنش بیت المقدس این تحریف و همخوانی و همنوایی با حکومت ایرانه. این رو همشون باید بدونن که کسی که میآید و به جای اورشلیم میگوید بیت المقدس، میخواد که در دید نظر حکومت ایران خوش بیاد و این درست. گناهه. بعد میخوام بگم از این طرف من خوشحالم به خاطر اینکه بیت المقدس یعنی چه؟ بیت المقدس یعنی اون نیایشگاه بزرگی که یهودیان در تپه سیون یا صهیون به عربی برپا کردن. بنای بسیار بزرگی بود
و نیایشگاه مرکزی یهودیان بود. یهودی ها هر سال در سه عید خودشون وظیفه داشتن که به زیارت بیت المقدس بیان، بیت همقداش، و اونجا نماز بگذارن و زیارت بکنن. و کی ساخت بیت المقدس رو روی تپه سیون یا صهیون؟ حضرت داوود دستورش رو داد و حضرت سلیمان اجرا کرد و اینجا رو بنا کرد. بنابراین فردی که با نابخردی و برای هم نوایی با حکومت ایران میآید و نام اورشلیم رو تحریف میکنه و پایتخت ما رو بیت المقدس مینامه، در واقع نابخرد هست، چون با این کارش، با این اسمش، سند مالکیت اورشلیم رو به ملت یهود میده، به خاطر اینکه بیت المقدس رو یهودیان برپا کردن. البته در اینجا باید توضیح بدم که عرب در گذشته به خاطر اینکه بیت المقدس یک چهارم از مساحت اورشلیم رو تشکیل میداد و تشکلات بسیار بزرگی بود، به جای اورشلیم، احتمالاً تلفظ این کلمه براشون مشکله، چون در قرآن مجید هم نامی از اورشلیم نیامده، در قرآن مجید نامی از اورشلیم نیامده. بنابراین اورشلیم مال یهودیانه، توسط یهودیان برپا شده. عرب به پایتخت اسرائیل میگفتن بیت المقدس، که همون بیت المقدس یا بیت همقداش به زبان عبری هست. بعد این رو کوتاه کردن و به جای بیت المقدس میگفتن القدس. القدس نام اورشلیمه برای عرب. فقط یادشون بمونه که بیت المقدس یهود 1600 سال پیش از ظهور اسلام ساخته شد و برپا شد و این سند مالکیت یهودیانه و اثبات حق حاکمیتشون بر این سرزمین است. تا اینجا. با سپاس فراوان آقای منشأمی عزیزم و اینکه به هر حال لطف کردید توی این وقت تنگی که داریم به مطالبی که پرداختید که حقیقتا مهم هست. اما همون گونه که شما به عنوان یک ایرانی این خدمات رو داشتید همیشه برای رسوندن آگاهی و اطلاعات، برای آزادی سرزمین عزیزمون، برای اینکه ایرانی‌ها بتونن در اون صلح قرار بگیرن، به طور خاص صلح بین ایران و اسرائیل، بر به عنوان آخرین سال میخواستم از شما بپرسم پیام شما به این ملت رنج دیده در این شرایط سخت چگونه است؟ سپاسگزار میشم. من پیامم این است که در زبان عبری میگوید که انسان‌ها نباید تسلیم ستم بشن. یکی از روایاتی که در مورد خروج یهودیان از سرزمین بندگی مصر گفته میشه این است که یهودی‌ها مدت 400 سال در مصر بردگی و بندگی می‌کردند و میگویند که خداوند بزرگ خشم گرفت بر ملت یهود که این 400 سال بندگی رو تحمل کردند. در زبان عبری بهش میگن سافلو و در زبان فارسی هم سافلو یا تحمل کردن دو معنی داره. یکی این که آدم شکیبایی نشون داده و واکنشی انجام نداده، یکی دیگه این که دردی و رنجی و بیماری برش به تحمیل شده. این رو به زبان فارسی هم میگن تحمل کردن. در روایت یهود آمده است که خداوند خشم گرفت بر یهودیان که چگونه است که شما در سرزمین مصر بندگی 400 ساله رو تحمل کردید، و اون موقع حضرت موسی رو فرستاد که بیاید و یهودیان رو از این سرزمین بیرون بیاره، رها بکنه و برگردونه به کشور ملی خودشون. و این میتونه درسی برای ملت ایران باشه. ظلم رو نباید تحمل کرد،
در برابر ظلم باید ایستادگی کرد و امیدواریم که ملت ایران به آرزوهای خودش، آرمانهای خودش، به آزادی و رهایی خودش برسه. ایرانیان ملتی متمدن و بزرگ بودن در طول تاریخ. ایرانیان خدمات بسیاری به فرهنگ جهانی کردن. امروز ایران و ایرانی رو به یک نام تنفرانگیز مبدل کرده این رژیم، که این تنفر مال رژیم نه مال ملت ایران، و امیدواریم که این کابوس هر چه زودتر به پایان برسه. آمین آمین که چنین خواهد شد. با سپاس فراوان از شما آقای منشا امیر عزیزم، به فیض خداوند بتونیم در برنامه‌های دیگه این افتخار رو داشته باشیم که از دانش شما نیز بیاموزیم. شما رو به دستان پرفیض خدا میسپارم. فیض خداوند با شما. هموطنان عزیزم، آنچه را که شنیدیم امروز نسبت به موقعیتی که در بین سرزمین ایران و اسرائیل هست، از شخصی شنیدیم که این دانش و آگاهی رو داشت. ایشون در ایران متولد شدن. دانششون فقط دانش شنیدنی نبوده، بلکه تحقیقات کردن. در طول سالها هم ایرانی ها و هم اسرائیلی ها رو نیز باهاشون رابطه داشته و در این رابطه میداند که چگونه میتونیم به عشق و محبتی که در قلبمون هست نیز عمل کنیم. پس تو هم وطن عزیزم هوشیار باش، هرگز هرگز به شعارهای نظام اسلامی فریب نخورید. این رو بدونیم، خداوند جهان را آفرید، خداوند آنقدر جهان را دوست داشت که حتی یگانه پسرش رو داد تا هیچ انسانی هلاک نشود. پس این جایز نیست. اگر شما خدا دوست هستید، اگر در قلبتون این هست که خدا حقیقی هست، خدا هست و خدا محبت هست، ما هرگز هرگز بده هیچ سرزمین و هیچ کشور و هیچ مردمی رو نباید بخوایم. اگر نظام اسلامی در طول این 40 سال با شعار مرگ بر اسرائیل و هر کشور دیگه ای که اعلام کرد، این رو بدونیم از طرف خدا نبوده، بلکه دقیقاً از طرف شیطان بوده. اگر تا به امروز چنین شعاری دادیم، در حضور خدا توبه کنیم و از خداوند بخوایم که خدا هم سرزمین ایران و تمام سرزمین ها رو برکت بده، به طور خاص سرزمین اسرائیل رو خدا برکت بده، چرا که همون گونه که عرض کردم وقتی که اسرائیل رو برکت میدی، برکت به تو برمیگرده. بریم با هم دیگه یک موزیک ویدیو ببینیم. عزیزان رو تشویق میکنم، این برنامه برنامه زنده هستش، میتوانید با ما تماس بگیرید نسبت به موقعیت های دعاتون، نسبت به گواهی ایمانتون، و اگر سوالی هست خوشحال میشویم که پاسخگو باشیم. A secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing high. Hallelujah, 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 hallelujah. You say I took the name in vain. I don't even know the name, but if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter what you heard. The whole thank you.
best, it wasn't much I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. And even though it all Hallelujah.